خب بینندگان عزیز، باز هم در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه گلریزان همیاری. از آقای ابوالقاسم رضایی دعوت کردیم که در این برنامه شرکت کنند و همراه ما باشند. برادر حبیب سلام میکنم خدمتتون و خوش آمدید. فقط میخواستم در شروع بگم که ما یه تماس فوری هم داریم که شما در شروع بفرمایید. اینجا من فقط خدمت همه هموطنان عزیزم سلام عرض میکنم، هر جا که هستند، در داخل میهن اسیر یا در کشورهای مختلف، و برای همه اونا آرزوی سلامتی و در امان بودن از شر کرونا از دارم، به خصوص هموطنان داخل کشور که همزمان با کرونای ولایت و ویروس کرونا درگیر هستند. به همه هواداران مجاهدین در تمام کشورها درود میفرستم و درود خاص به قیام آفرینان و کانونهای قهرمان شورشی که خواب رو بر رژیم حروم کردن. چون گفتین که تماس بله، فوری دارید، شما رو خواهش میکنم متوقف کنم بعد حبیب. بله بفرمایید. با عذرخواهی از برادرمون محمد از گیلان که گویا مدت هاست روی خط هستن سلام میکنم خدمتشون. بفرمایید برادر محمد. ما با تشکر فراوان از همه دستاندرکاران سیمای آزادی که برای بازتاب درد رنج خلق اسیر و دادخواهی از هیچ کوششی دریغ نکردن. خداوند یار و نگهدار شما باشه. من محمد هستم از گیلان. مبلغ بسیار ناچیزی در حد 2000 دلار آماده کردیم که تقدیم کنیم در این همیاری و این تعهد هم میکنیم حداقل هر 3 ماه در میان باز همین مبلغ رو برای کمک به مقاومت انجام تعهد داشته باشیم. سلام میکنم به برادر گرامی خشایار. بفرمایید. میخواستم خطاب به خامنه جلاد بگویم که ما جوانان دیگر فریب دروغ ها تو و مزدورانت را نخواهیم خورد. ما دیگر آگاه شده ایم و در برابر تبعیض ها، بی عدالتی ها و وطن فروشی های تو تا آخر ایستاده ایم. هر چند که تو هیچ گونه تعلقی با این آب و خاک نداری، تو با این وطن از هر دشمن بیگانه ای بدتر کرده ای. جوانان ما را معتاد کرده ای. این همه تن فروشی برای یک لقمه نان، این همه خودکشی، این همه فرار مغزها، این همه ویرانی محیط زیست، خوش شدن رودخانه ها، دریاچه ها و تالاب ها توسط پروژه های احمقانه و سودجویانه سپاه، این همه کودک کار که به جای تحصیل باید سرپرستی خانواده هایشان را به عهده بگیرند. خامنه ای چه بد کرده ای با مردم ایران، ولی بدان که به پایان عمر ننگین حکومتت رسیدی و به محاصره مردم و کانونهای شورشی در آمده ای و این را خود خوب میفهمی. و بنده بسیار خوشحال هستم که در برنامه خوب شما شرکت میکنم و از شبکه سیمای آزادی و دستاندرکارانش تشکر میکنم که انعکاس دردها و رنجهای مردم ایران در سیاه‌ترین دوران تاریخ کشورمان هستند. خیلی ممنون. درود بر برادر عزیزم خشایار با پیام بسیار شجاعانش از میهن اسیر. گفتین که ما نمی ترسیم، ما همیشه پیام‌های شجاعانه شما را از اونجا می شنویم که خطاب به دشمن میگین که ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم، و این پیام جنگندگی شما رو امروز هم خودمون شنیدیم. درود بر شما. سلام خدمت برادر گرامی حمید. بفرمایید. با سلام، حمید هستم از خراسان. در این چند سال اخیر سیمای آزادی در راستای رسالت خیش در افشای جنایات آخوندهای دین فروش و دشمنان این ملت و مملکت عملکرد خوبی و قابل تحسینی از خود به جای گذاشته و خواب و خوراک را با افشاگری های خود بر جنایتکاران حرام نموده و فریاد حق طلبانه و آزادی خواهانه آنان را به گوش جهانیان می رساند و همچنین پیام امید و آگاهی را به ملت ستم دیده ایران رسانده و فعالیت های کانون های شورشی قهرمان را نیز به بهترین وجه ممکن اطلاع رسانی می نماید. و من هم به نوبه خودم هر ماه مبلغ 500,000 تومان برای سازمان واریز می کنم و لازم است همگی در کنار هم باشیم و همه باید هدف مشترک که همان سرنگونی این نظام فاسد
و رژیم ارتجایی ملایم می باشد دست یابیم. باشد که به مقصد نهایی و سرمنزل مقصود هر چه زودتر برسیم. تماسی داریم از همدان. علی از همدان، سلام خدمت شما، بفرمایید. سلامی گرم به شیر همیشه بیدار برادر مسعود رجوی عزیز و گرامی و خواهر مریم بانوی اول ایران. روح برادر مسعود فرشی شاد، یکی از مجری‌های توانای برنامه سیمای آزادی سالهای گذشته. همیاری و 26مین برنامه همیاری از سراسر ایران و جهان را، برنامه همیاری ملی با سیمای آزادی، کهکشان همراهی، هموطنان و شورش و رژه شورشگران برای آزادی در سراسر میهن اشغال شده و سراسر جهان را در حالی به استقبال این همیاری میریم که باید عرض کنم در تعادل قوای بین المللی و منطقه‌ای رژیم آخوندی در پایین ترین نقطه و سراشیب سرنگونی با عنوان بحران‌های مرگبار دست پنجه نرم می‌کنه و روز به روز سرنگونیش که اولین طرح و نقشه سرنگونیش را برادر مسعود رجوی ریختن نزدیک‌تر میشه و از طرف دیگه مقاومت مردم ایران با شکوه و عظمت هر چه بیشتر در تعادل و قوای بین المللی هماورد اصلی این رژیم قرار داره و آخوندها از این موضوع به وحشت افتادن. ما هم مثل سایر هموطنانمون در سراسر جهان و مخصوصا ایران ستم دیده در این همیاری عظیم که آتش فشان شور و شرف انقلابی در حمایت از ارتش آزادی و مقاومت سراسری مردم ایرانه که تنها جایگزین دموکراتیک و مستقل این رژیمه شرکت میکنیم و به کوری چشم خامنه‌ای و رئیسی این 26مین گلریزان همیاری را با سیمای آزادی مثل برنامه های همیاری سالهای پیش هرچه باشکوه‌تر از هر زمان دیگه برگزار میکنیم. به خاطر احترام شهدای سال 67 و شهدای قیام 98 و به خاطر رنج و شکنج زندانیان سیاسی باید ما با شرکت در این همیاری به خون پاک شهدای مقاومت سراسری ترام بذاریم و درود بفرستیم به خون پاکشان. من به نوبه خودم از همه هموطنان در سراسر جهان تازماندم که در این همیاری بزرگ شرکت کنم، چون واقعا همه میبینیم که بار سنگین تمام اخبار و صدای مردم ستم دیده داخل کشور را این شبکه ایرانی و اصیل چطور به سم و نظر همه شیفتگان را آزادی میرسونن. سلام میکنیم به برادرمون حامد از تهران. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری محترم برنامه و مهمان گرامی و شنوندگان عزیز. من می‌خوام بگم بعد از 50 سال مقاومت مردم ایران در برابر انواع استعمار و ظلمی که هم در داخل شده بود هم از خارج مردم ایران، ما باید پاسدار این آزادی باشیم و چی بهتر و بالاتر از این که از این صدای مقاومت و مجاهدت ایران یعنی سیمای آزادی حمایت کنیم. بعد حبیب اطلاع میدن که برادر حسین از سبزوار به ما وصل شدن. بله حسین، سلام مجدد میکنیم خدمت برادر حسین، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. شما خسته نباشید. سلام به مجریان برنامه دستن در کاران 26مین گلریزان همیاری با سیمای آزادی. درود بر بسیار خوشحال هستم در چنین روزی توانستم تماس بگیرم. صدای مردم عزیزمان را باشند که از این رسانه ملی منعکس میشود. سیمای آزادی صدای مظلومیت زندانهای سیاسی است. صدای 30,000 مجاهد قتل عام شده سال 67 است. صدای مردم، صدای مادران و خواهران آبان 98 است. برادر مسعود در گذشته در رابطه با همیاری گفته بود که ما از خلقمان گدایی میکنیم و به آن مفتخریم تا اینکه از هیچ قدرتی و دولتی خواسته باشیم گدایی کنیم. میخواهم مبلغ 200,000 تومان کمک ناچیز خودم را به سیمای آزادی بکنم تا سیمای آزادی صدای این مردم محروم جامعه است همیشه روشن و ماندگار بماند. ای کاش در این شرایط زندگی سخت در ایران میتوانستم کمک بیشتری بکنم. من میخواهم به عنوان یک کانون شورشی که در صحنه نبرد حاضر میباشد مجدداً حاضر خودم را به برادر مسعود و خواهر مریم بگویم و مجاهد بمیمانم و مجاهد میرزمم و مجاهد میمیرم. با احترام و سپاس به همه گیری شما عزیزان. خداحافظ.
درود بر شما. درود بر برادر عزیزم حسین از سبزوار، عضو کانون شورشی. چقدر پیام گرم و دلنشینی از شما شنیدیم، چه سخن زیبایی از برادر مسعود گفتین که بله ما از خلقمون گدایی میکنیم و اینطوریه که دشمن رو به شگفت واداشتیم. من حالا اگه در طول برنامه اجازه بده، وقت اجازه بده، میگم که چطور رژیم میسوزه از این که این مقاومت میتونه مخارجش رو خودش تامین کنه و مخارج سیمای آزادی فقط و فقط به دست شما هموطنانه که تامین میشه. سلام میکنم به برادرم امیر از تبریز، بفرمایید. بله، من سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم، خواهر حشمت سریری و مهمونتون احتمالاً آقای حبیب هستن. بله بله، در خدمتتون هستم. اگه اشتباه نکردم. بله بله، درست گفتین. من خواستم چند دقیقه، زیاد وقتتون رو نمیگیرم و چند دقیقه صحبت کنم که از بگم که از این ظلم این رژیم بگم براتون. بگم که شیشه رو هر چقدر بشکنن تیزتر میشه. یعنی الان خواستم بگم که نارضایتی های مدنی از هر زمان دیگری به اوج خودش رسیده. مردم واقعا نونی برای خوردن ندارن. مردم بدبخت یه چاره برای خودشون بکنن. و در آخر خواستم تشکر کنم از سیمای آزادی و اینکه مردم شما رو خیلی دوست دارن و بعد از خدا امید برای مردم هستین شما و اینکه ما هستیم خدمتتون، ما همه جوری هستیم در خدمتتون. خواستم بگیم که امید مردم ایران هستین شماها، مردم از شماها روحیه میگیرن و شما رو بعد از خدا امید خودشون میدونن و در آخر تشکر کرده باشم از شما. درود بر امیر عزیز از تبریز. چه درست گفتی که این آخرین تیر ترکش خامنه‌ای بود و البته بیانگر بنبست رژیم در تمام زمین هاست. یعنی رئیسی جلاد سال 67 وجودش در رأس این رژیم چیزی رو نمایندگی نمی‌کنه جز اینکه نشون بده در تمام زمین ها رژیم به بنبست رسیده. و چه زیبا گفتی که رژیم با شکستن شیشه تیزی های بیشتری رو متوجه خودش میکنه. درود بر امیر عزیز. عرض شود که خیلی اولا افتخار میکنم که در 26 برنامه گلریزان سیمای آزادی مثل برنامه قبل در خدمتتون هستم. من فکر میکنم تمام این 26 برنامه در خدمت شما بودم و یکی از افتخارات منه که در این برنامه شرکت بکنم. و ما افتخار میکنیم که شما دعوت ما رو پذیرفتید و همراه با ما بودید. خواهش میکنم. اجازه بدین که بگم که ما امسال این برنامه گلریزان سیمای آزادی مصادف شده با نزدیکی به 30 دی، روز آخرین دسته زندانیان سیاسی، به خصوص برادر مسعود. به این جد این رم به فال نیک میگیریم که تصادم این دوتا حادثه مهم بر با هم رو الان تصاویر رو میبینم که اون شبی که برادر مسعود اومدن رو بالاکن سردر زندان قصر و جمعیت به شور و حال واداشته شد، الان این تصاویر بیانگر خوشحالی مردم ایران از اون روز مبارک. بله بفرمایید. فکر میکنم که اتاق فرمان هم با ما بله همکاری کنه و برای ما یک تصویری رو نشون بدن. ولی شما داشتید تصاویر اون چیز رو توضیح میدادید برامون، بفرمایید. بله، بعد از اون آزادی از زندان برادر مسعود به منزل عزیز اومدن و این تصویری که الان مشاهده میکنید روی صفحه برادر مسعود رو نشون میده جلوی عکس شهدا. این فکر میکنم در حال مصاحبه بودن با یک تلویزیون ایتالیایی که اون موقع ما
مصاحبه خواسته بودن. بسیار تصاویر خاطر انگیزی اون روزا. برادر مسعود خونه عزیز مستقر بودن و دسته دسته هموطنانمون از اقشار مختلف، دانشجوها، دانش آموزان می اومدن و به دیدن ایشون، و دوران پرشور و حالی بود در آستانه سقوط نظام سلطنتی و حضور فرزندان مجاهد که به کمک مردم از زندانها آزاد شده بودند. خب اگر اتاق فرمان کلیپی رو در این رابطه دارن در سالگرد 30 دی که بتونن برای ما پخش کنن. دی سال روز آزادی آخرین زندانیان سیاسی از زندانهای دیکتاتوری شاه در سال 1357. دی سال روز آزادی آخرین زندانیان سیاسی از زندانهای دیکتاتوری شاه در سال 1357. غزل عزیز از شیراز روی خط هستن. سلام میکنم به غزل، بفرمایی. غزل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. سلام میکنم خدمت مجری محترم، مجری محترم برنامه خواهر حشمت و مهمان گرامی برادر بزرگ و برادر حبیب. غزل هستم از شیراز، از پایتخت شورش. خیلی خوشحالم که در 26مین گلریزان همیاری با سیمای آزادی با شما تماس گرفتم. ضمناً پیشاپیش فرارسیدن 30 دی سال روز آزادی بزرگمرد تاریخ ایران برادر مسعود و سردار موسی خیابانی و اشرف شهیدان را تبریک میگم. سیمای آزادی صدای معلمان و کارگران زحمتکشیه که هر روز شاهد تجمعاتشون هستیم. دیروز تجمع بزرگ معلمین بود که خبرنگاران سیمای آزادی اخبارش را انعکاس میدادن. سیمای آزادی صدای مظلومیت مردم ایران را به گوش جهانیان میرسونه. صدای کشاورزان و مردم تشنه خوزستان و اصفهان که خبر اعتراضاتشون رو به گوش دنیا رسوندن. ما کانونهای شورشی سوگند خوردیم که بند از بند رژیم بگذاریم.
اراده کردم که سرنگون کنم تو را، ز خاک مهر و روشنی برون کنم تو را. من کانون شورشی جان برکف برای آزادی ایران حاضر حاضر حاضر. مبلغ ناچیزی هم کمک مالی میکنم، ولی میخوام اجازه بگیرم این مبلغ رو نزد خودم نگه دارم تا هزینه فعالیتام کنم، البته با اجازه شما. به خدا میسپارمتون. درود بر همه شما. درود بر غزل عزیز. بله، درود بر خواهر غزل عزیز، خواهر شجاع از خطه شهر شورشی شیراز، که واقعا کلمات، تک تک کلماتشون پیام آتشین، خطاب به دشمنان بود و دلگرم کننده برای سیمای آزادی و کل مقاومت ایران. درود بر شما. برادرمون ایرج از کرمان روی خط هستن. سلام خدمت برادر ایرج. و سلام خدمت شما. خیلی خوشحالم که به برنامه همیاری وصل شدم. درود بر شما. چند نکته را میخوام بگم. ما جوانان در قالب کانون‌های شورشی باید ابهت بت ولایت صفی را با قدرت بشکنیم. همینجا ایمان آزادی تشکر میکنم که در سخت‌ترین شرایط صدای ما جوانان و کانون‌های شورشی هستید و صدای کودکان کار و معلمین و تمام اقشار از زن و مرد را به گوش جهانیان میرسونید. مقاومتی که تنها جایگزین حاکمیت آخوندی، همین مقاومت بود که افشاگر پروژه بمب‌سازی و سوداگری اتمی ولی فقیه شد. همین مقاومت بود که جلوی جنگ ضد میهنی پیچید و ماشین جنگ پیر کفتار جماران را از کار انداخت. همین مقاومت بود که در مقابل پنهان کردن تلفات کرونا از طرف آخونده هر شب آمار واقعی را اعلام می‌کرد. رئیسی جلاد بودجه امسال تلویزیون دولتی را 56% افزایش داد و این حجم از اموال مردم برای دستگاه فریب و سانسور آخوندی اختصاص داد. اما در جبهه مقاومت سیمای آزادی به مردم و کمک‌های مردمی و حمایت مردم متکیه و این همون نقطه شرافت و اصالت مقاومت مردم ایرانه. با تشکر از برادر ایرج سلام می‌کنیم به حنیف از قزوین. بفرمایید. به نام خداوند در هم کوبنده ستمگران. سلام و درود بر شما و یکایک دست‌اندرکاران سیمای آزادی. تنها رسانه‌ای که اعتبار و افتخار مردم ایرانه، سیمای آزادی، که رویدادها و شورش شورشگران مجاهد را و اخبار کانونهای شورشی را در سر تا سر ایران به گوش خلق قهرمان ایران میرسونه. در میان طوفان هم پیمان با قایقرانها، گذشته از جان باید بگذشت از طوفانها. به قول برادر مسعود، از بدنهامان پلی خواهیم ساخت برای عبور خلق قهرمان ایران و برای رسیدن به ایرانی آباد و آزاد. چراغ سیمای آزادی را از هر زمان دیگری فروزانتر و روشنتر نگاه خواهیم داشت با همیاری و کمکمان، هرچند اندک ولی ارزشمند، چرا که حقیقت را به گوش جان مردم ایران میرساند. راستش من هم پسندازی کرده بودم تا یه ماشینی بخرم، اما میخوام 2,000,000 تومان از این پسندازم را به سیمای آزادی هدیه کنم. البته میدانم که بسیار ناچیز است و شرمنده ام و از همه هموطنانم در داخل و خارج میخواهم که هر میزان که میتوانند به سیمای آزادی کمک کنند و در پایان 30 دی سال روز آزادی آزادترین مردان و زنان این سرزمین را، به خصوص برادر مسعود را، به خلق قهرمان ایران تبریک بگم. درود بر کانونهای شورشی و زنده باد آزادی.
سلام میکنیم به برادر کوروش از خوزستان. اگر روی خط هستین بفرمایید. به نام یزدان پاک، عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما مجری توانمند، خواهر اشمت و مهمان گرامی برنامه برادر حبیب. وظیفه ما این است که نگذاریم این صدای حقیقت خاموش شود، بلکه این صدا باید پرشورتر در سراسر ایران و جهان شنیده شود. گرچه در کشورهای شرایط سخت در چه کشور در شرایط سخت مالی قرار دارد که منشأ همه این بدبختی ها و فقر و بیکاری مربوط به شخص خامنه ای پلید و سایر جنایتکاران وابسته به ایشان می باشد و توان مالی زیادی ندارم، ولی مبلغ ناچیزی مبلغ 500,000 تومان ناقابل تقدیم سیمای آزادی می کنم. برای برادر مسعود شیر همیشه بیدار و خواهر مریم آرزوی سلامتی دارند و انشالله که به لطف یزدان پاک آنها را در ایران زیارت می کنیم. خیلی ممنونم از شما و مجری محترم. سلام می کنیم به برادر احمد از آستارا. اگر شما وصل شدید بفرمایید. مقاومت ایران تنها نیروی است که بدون چشم داشت بر علیه رژیم حاکم بر ایران مبارزه می کند و سیمای آزادی هم نیات پلید رژیم آخوندی را بر تمام خلق ایران و جهان افشا می کند. بنابراین برای تداوم مبارزه بر علیه رژیم حاکم بر ایران باید پشتیبان مقاومت ایران به خصوص سیمای آزادی باشیم تا بتواند با تلاش بیوقفه برای سرنگونی رژیم حاکم به پیش بتازد و ما کانونهای شورشی هم در راستای این مقاومت عرصه را بر رژیم تنج کنیم و آسایش امنیت آنها را با فعالیت‌های خودمان برهم بزنیم. وقتی امنیت و آسایش نداریم چرا باید رژیم آرامش و امنیت داشته باشد؟ وقتی که این رژیم جز بدبختی برای مردم ایران برمغان نیاورده و بیشتر گشت جامعه را به نان شب محتاط شده، با گرانی سرسام‌آور و اختلاس و بی‌برنامه‌جی و سرمایه مردم را در برنامه هسته‌ای خود و یا مزدوران منطقه خود می کند، باید بر علیهش بشوریم. من هم چون با فقر و تنگ دستی و با داشتن بیماری در خانه اندش اندوخته‌ای به مبلغ 6 میلیون تومان ناقابل از طرف خودم به گلریزان همیاری کمک میکنم، باشد چه کارگر افتد. و یک پیامی هم بر جوانان ایران دارم. جوانان ایران، رژیم بد زوری در مخمصه جیر کرده، نه راه پس دارد و نه راه پیش. نباید در چنین موقعی به رژیم امان داد. به کانونهای شورشی بپیوندید تا بتوانیم ضربه نهایی را بر رژیم وارد کنیم، چون از لحن و نگاهشون معلوم است که کابوس سرنگونی امانشان را بریده. لحظه‌ای به این جنایتکاران نباید امان داد. بحران‌هایی که گریبان رژیم را گرفته توان بیرون رفتنشان نیست، همیشه سایه سرنگونی بالای سرشان است. بیایید با همت همدیگر و با رهبری برادر مسعود و خواهر مریم رژیم را از پای در آوریم و ایرانی آباد و آزاد بسازیم. با تشکر از شما. با تشکر از برادر عزیزم احمد از آستارا. امروز چه جالب که کانونهای شورشی در کمک به سیمای آزادی پیشی گرفتن و اینها شروع کردن و درود بر شما با کمک ارزندتون همونطوری که گفتید کابوس سرنگونی امان رژیم رو بریده و این پیام‌های آتشین شما اون رو بیشتر می‌لرزونه. درود بر برادرمون احمد از آستارا. سلام می‌کنیم به برادرمون یاسر از ایران شهر. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت مجری محترم برنامه و میهمان ارجمندشون و هزاران هزار تبریک به مناسبت گلریزان همیاری که در این روزا در سراسر جهان صحبتش هست و صحبت میشه
و من به عنوان یکی از کانونهای شورشی که هستم مدت ها سیمای آزادی را میبینم و از شنیدن حرفهای دوستان و عزیزانی که در این همیاری شرکت میکنن سیر نمیشم. خواستم بگم بقال آن دوست و همرزمی که گفت سیمای آزادی چراغ خانه ماست و در هیچ شرایطی نباید خاموش بشه. من هم به نوبه خودم خواستم حمایتم رو از این تلویزیون ملی ایران که تنها رسانه واقعی و مردمی ایران شناخته میشه اعلام بکنم. هرچند که دستمان را خامنه ای جنایتکار خالی کرده و من هم برای ضرب زدن به این رژیم جنایتکار و پوسیده مبلغ کمی را به حدود 500,000 تومان هست کمک میکنم، ولی از همه هموطنان درخواست دارم جای ما را هم پر کنند. این رژیم بی شرف و دزد و چپاولگر همه چیز ما را غارت کرده و حالا در با نفسای سرنگونیش دستش رو تو جیب مردم کرده و حتی به زباله‌گردها هم در بعضی شهرها دیدید گیر داده و اخاذی میکند. ولی بگذارید برای تأکید بگویم ما کانونهای شورشی یک لحظه دست از مقاومت بر نمیداریم و با همه توان و قدرت خود علیه این جانیان فاسد و خونخوار می جنگیم و به خصوص شیر همیشه بیدار برادر مسعود و تمامی مجاهدین خلق می گویم برای سرنگونی نظام فاسد آخوندی حاضر حاضر حاضر. درود به برادر یاسر و با تشکر از محبتتون و با تشکر از کمک بسیار بسیار ارزشمندتون. سلام میکنیم به پیمان از مشهد. سلام عرض میکنیم برادر پیمان. به نام خدا و به نام خلق در زنجیر، با سلام و درود بیکران به میهمان گرامی برادر حبیب ابوالقاسم رضایی. خیلی خوشحالم که در 26مین گلویزان همیاری شرکت کردم و با درود بیکران به رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران خانم مریم رجوی که تمام زندگی خود را صرف آزادی ملت خیش کرده است و تا سرنگونی این رژیم دست بردار نیست. با تشکر از برادرمون پیمان، تماس دیگه ای داریم از مشهد. سلام میکنم به خواهر عزیزم ناهید. سلام به دستندرکاران برنامه همیاری 26. من ناهید هستم از مشهد. خوشحالم که در این برنامه خوب همراه شما هستم. سیمای آزادی صدای ما فرهنگیان و بازنشستگان است که رژیم آخوندی صدای ما را در گلو خفه می کند. هزاران تجمع داشتیم، هزاران اعتراض داشتیم. این سیمای آزادی بود که از کوچکترین تجمعات تا بزرگترین آنها خبرهای ما را منعکس می‌کرد و فریادمان را به گوش سایر مردم ایران می‌رساند. سیمای آزادی صدای زنان رنج دیده و زحمتکش ایران که زیر ستم مضاعف رژیم زن ستیز آخوندی قرار دارند نیز هست. من به سهم خودم مبلغ ناچیزی که اصلا قابل گفتن نیست برای روشن نگه داشتن این چراغ راهنما خدمت شما مبلغ 1,000,000 تومان تقدیم می کنم، ولی امیدوارم بتونم با فعالیت های خودمون زحمات شما رو جبران کنیم و شما رو هر چه زودتر در تهران و در ایران ببینیم. با درود به رهبر مقاومت آقای مسعود رجبی و درود به خواهر مریم رئیس جمهور برگزیده مقاومت و درود به مجاهدین در اشرف سه. از آن ماست پیروزی، از آن ماست فردا. حاضر حاضر حاضر. خدا نگهد. درود بر خواهر ناهید گرامی از شهر مشهد. با کمک بسیار ارزنده‌شون به سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران
خواهر ناهید از فرهنگیان هستن، از کانونهایی که بین فرهنگیان ایجاد شده که این روزا عرصه رو به رژیم تنگ کردن با تداوم تظاهراتشون در شهرهای مختلف و حق طلبیشون. و میدونم که با وجود افرادی مثل خواهر ناهید در بین این تجمعات اینها ادامه خواهد کرد، ادامه پیدا خواهد کرد و تداوم خواهد داشت تا روزی که این کاخو بر ظالمان خراب بکنه. درود بر شما. میریم به خطه خوزستان و سلام میکنیم به برادر بهروز. با سلام خدمت مجری برنامه سیمای آزادی. من بهروز از کانون شیروشی خوزستان هستم. از جایگاه سیمای آزادی و اعتمادی که در بین مردم و خانواده ها دارد و این که تنها رسانه ملی است که اخبار اعتراضات و تجمعات را بیان می کند، صدای مردم مظلوم و تحت ستم ایران می باشد. صدای مردمی که همه ثروت و داراییشون توسط این حکومت آخوندی چپاول شده، از طبیعتش تا همه منابعش. به عنوان نمونه همین خوزستان با آن همه ثروتش، مردم از هر گونه امکانات اولیه زندگی محرومند. یا اینکه با سیاست‌های ضد ایرانی این حکومت فاسد باعث خشکی کارون و چرخه و هورالعظیم شده و بسیار موارد دیگه. از صحت اخبار اعتراضات مردمی و قیام‌ها که از سیما پخش میشه باعث روحیه دادن به مردم در نبردشون با این حکومت میشه. در واقع سیمای آزادی صدای کانونهای شورشی و زندانیان سیاسی و کارگران تا معلمین مبارز و از تشنگان خوزستان و اصفهان تا کولبران رنجشیده کردستان و سوختبران محروم بلوچستان و صدای همه مردم ایران را به گوش جهانیان میرسونه. خود این برنامه همیاری نشوندهنده اینه که سیمای آزادی رسانه مستقل و متکی به کمک‌های مالی مردم و هواداران خودش می باشد و به هیچ وجه و نه هیچ دولت و کشور دیگری، و به همین دلیل مستقل و در راستای منافع مردم و کشور حرکت می کند و به همین علت باید به هر میزان که در توان داریم حمایتش کنیم. این حقیر همیاری خودم را در حد توانم 100,000 تومان در برنامه همیاری اعلام می نمایم. با تشکر از سیمای آزادی و درود بر مجاهدین خلق. با امید دیدار، خدا نگهدار. درود بر بهروز عزیز از خطه قهرمان پرور خوزستان. چه درست گفتی که این رژیم به رودخانه ها هم رحم نکرده و کارون و کرخه رو هم خشکونده. یهلک الحرث و نسل، هم نسل رو از بین برده، هم کشتار کرده، هم جنگل ها رو نابود کرده و هم رودخانه ها رو. ولی به کمک شما جوانان قهرمان حق مردم ایران ستانده خواهد شد. درود بر بهروز عزیز. ما هم تشکر میکنیم از بهروز. سلام میکنیم به سیامک از سقز. سلام علیکم. سلام عرض میکنیم. خسته نباشید. قربان شما. سلام و درود و سلام میرسم خدمت مجریان عزیز برنامه سیمای آزادی. اول درود میفرستم به شیر قهرمان ایران زمین کاک مسعود قهرمان و رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران خانم مریم رجوی. ما ملت ایران ستم دیده، تنها آرزو امید و آرزومون فقط صدای آزادی و سیمای آزادی. سیمای آزادی صدای مردم فقیر و بلوج و کرد و ترک و عرب و لور و همه هست. صدای سیمای آزادی وال کولبران و سوختبران بلوچستان و کردستان و اهواز و تشنگان اهواز و معلومین سرانسل ایران است. به مبلغ 100,000 تومان از طرف خودم کمک میکنم به صدای سیمای آزادی که سرپا باشیم
برادر سیامک عزیز از خطه محروم و مبارز کردستان، همونطور که گفتید سیمای آزادی، صدای همه ملیت های ایران از کرد و بلوچ و ترک و عرب و هر نقطه ای از ایران هستش و کمک ارزشمند شما این صدا رو هرچه رساتر میکنه. درود بر شما، درود بر شما که از اون خطه محروم با وجود تمام محدودیت ها این کمک ارزنده رو به سیمای آزادی کردی. با تشکر از شما میریم به کرمان. سلام میکنیم به یاسین. یکی از کانونهای شورشی و از این که تونستم در این برنامه گل ریزان سیمای آزادی شرکت کنم خیلی خوشحالم. هزاران تبریک به مناسبت 26مین گل ریزان همیاری. من مدتها سیمای آزادی را میبینم، اما امسال با رشد روز افزون کانونهای شورشی در سراسر کشور این شانس رو دارم که بتونم از برنامه های سیمای آزادی استفاده کنم. چون سیمای آزادی صدای همه آزاد مردان و آزاد زنان ایرانی است که برای سرنگونی آخوندان ضد بشر فعالیت می کند. ما کانونهای شورشی در قلب جنبش سراسری مردم ایران به سیمای آزادی چراغ پرفروغ قیام مردم ایران است افتخار می کنیم که بتونیم کمکی هرچند ناچیز برای پیشبرد برنامه های سیمای آزادی و استمرار این صدای حق طلبانه که صدای سیوختبران بلوچ، قیام سراوان، صدای کولبران کردستان، صدای مادران داغدار قیام 98، صدای کشاورزان اصفهان و زاینده رود، صدای قیام آفرینان تشنه لب خوزستان بکنیم. با درود به یاسین، سلام میکنیم به رضا از اصفهان. سلام به مجریان و میهمانان برنامه همیاری. من رضا هستم، از اصفهان تماس میگیرم. خواستم از شما به خاطر برنامه خوبتون تشکر کنم. در سال 1380 با به کار آمدن شبکه سیمای آزادی تحول عظیمی از بازتاب مشکلات اجتماع از سوی این رسانه تاکنون نمایان شده. حال با گذشت 20 سال از راه اندازی این شبکه، همبستگی این رسانه با مردم برای همگان واضح و عیان شده است. در طی این سالها بغض‌های ترکیده از سوی مردم همچون گلوله از طریق این رسانه به قلب این نظام توتالیتر نشانه رفته و هر روز شاهد ضعف این نظم هیتلری هستیم. رسانه مستقل که در حین سختی‌ها و مشکلات خود در نقاط اروپا توانسته همدرد این مردم مظلوم باشد. امید است تا در فردا روز آینده رسانه‌های سرزمینمان بتوانند همچون این رسانه که صدای مردم بی‌دفاع و مظلوم است، آنها نیز با مردم یکی شوند. به عنوان یک جوان کارگر از یک طبقه ستم دیده و ستم کشیده، سعی بر این دارم که کمک‌های خود را از طریق فعالیت‌های شورشی با فیلم‌ها و عکس‌ها انجام بدم. لذا لازم به ذکر است که حقوق ماهیانه من در مقابل زندگی روزمره‌ام عاجز و ناچیز است و خواهان این فرصتم که کمک‌های خود را با همبستگی و یکدلی با کانون‌های شورشی را انجام برسانم. خیلی ممنون. درود بر شما. سلام می‌کنیم به تورج از تهران. اگر روی خط هستیم بفرمایید. درود به شما مهمانای برنامه. سپاسگزارم از وقتی که به من دادید. همونطور که شما میدونید مردم هم در نهایت فشار و فقر و بیکاری و تورم دارن زندگی میکنن. خوشحالم از اینکه صدای آزادی، خواهی مردم از تیمای آزادی که تنها رسانه هست واسه رسوندن صدای ما بی صداها که رژیم به هر شکل ممکن واسه سرکوب کردن صدای کارگران، کشاورزان، معلمان و هر کسی که فریادی در گلو داره. ما در زمانی که ما فکر میکنم که چرا رژیم با سرکوب با اسمشه که مردم علیه خودش بشورونه، چه نیازی داره که در سرمایه زمستون سرپناه محرومان خراب کنه. ایران تو کول به کولبران شلیک میکنه، به سوختبران و دستفروشان گیر میده و خلاصه مشکل واسه شون درست میکنه. رژیم خامنه میدونه
تنها حربه‌ای که داره سرکوب هست واسه سقوط و در امان نگه داشتن جبهه سیاه خودش و از این راه از هیچ چیزی مضایقه نمی‌کنه. داشتن مثلا صدای زندانیان، سالمندان، معلمان، کشاورزان، اقشار مردم، ولی تکنیک باعث میشه که مردم بر علیه خودش قیام بکنن. خامنه‌ایان نظامش میدونن که مفتضح‌ترین کاری که میتونستن انجام دادن و یکی از علتهای تنفرشون هم مخصوصا با فضای مجازی ای که ماها میتونیم با هم دیگه ارتباط داشته باشیم و این کینه و کدورتش ریشه تو همه مسئله داره. خب رژیم آخوندسالاری خوب میدونه که شورش بیکاران گرسنگان و پیشرو داره و خشم فروخورده از سالها خفقان زنگ خطر رو واسه رژیم فاشیستیشون به صدا درآورده. دیگه تا و تاون جوان ها و اخشار سرخورده به سر اومده، یه قشت دیگه سکوت نمی کنن، واکنش نشون میدن. آسیب‌های اجتماعی باعث شده که هر روز سفره مردم کوچیک و کوچیک‌تر بشه. خب متوسل شدن آخوندا به روش‌های مختلف فاشیستی واسه یه سرکوب و مهار کردن مردم شده واسه من نمیدونم واقعا واسه جای تعجب داره با این فشارها و این مشکلات که واسه مردم داره درست میکنه، این شده مثل پاشیدن بنزین رو آتیش. جوان ها قسم خورده شدن دیگه واسه رژیم بها نمیدن واسه سرنگونی رژیم، دست از مبارزه بر نمیدارن. شاید بضاعت مالی من واسه عدد ارقامی که بخواد آدم به کار ببره آدم روش نشه بگه، ولی خب در حد توان خودم به دیده منت حتما من کمک میکنم، ولی کل ملت مطمئن باشین همینطور که خود میدونه 80% از مردم که بلکم بیشتر زیر خط فقر هستن، ولی بزرگترین دارایی که دارن جونشونه که واسه ایران ایرانی میدن. امید به آزادی و سپاس از شما بزرگوارا که واقعا سعی خودتون میکنین. دو به شعر هست که میگه چون آمدنم به من نبود روز نخست، وین رفتن بی مراد از میست درست. دوری که در او آمد و رفتن بر ماست، او را نه نهایت نه بدایت پیداست. درود بر شرف شما، زنده باد ایران ایرانی.